PS22 سیزن 1 بالاخره بعد از مدت ها آقا PS22 یا همون ای فوتبال آپدیت بزرگ خودشو که اولین آپدیتش میشه به عنوان سیزن 1 رو داد و برخلاف خیلی ها که میگفتن ما دیگه ای فوتبال 22 بازی نمی کنیم و دیگه ما کلا زده شدیم و میریم سمت فیفا، داستان کاملا برگشت و قراره که داخل این ویدیو بریم ببینیم که داخل سیزن 1 اولین آپدیت بزرگ PS22 که 25 فروردین منتشر شده و امروز 25 فروردین حالا شما 26ام نگاه میکنید، توی این آپدیت آقا سورپرایز در حد اعلی، در حد گفته ها و شنیده ها، بهترین خبر اینه که کیت تیم ملی ایران، کلا تیم ملی ایران داخل PS22 یا همون ای فوتبال لایسنس شده و کیت همین الانش که جدید اومده داخل ای فوتبال 22 اضافه شده و بازیکن ها خیلی از فیس هاشون دقیقاً مثل خودشونه، بازیکن های ایران اسمشون اسمای خودشونه. میخوایم بریم در مورد مسلیگ و مایکلاب ببینیم که اضافه شدن یا نه، چه جوری ان. یه سری میگن که مسلیگ و مایکلاب توی PS22 که اسمشون هم عوض شده بود ادغام شدن، هم یه سری میگن نه مسلیگ هنوز نیومده، بعد برام دیگه بریم ببینیم. کارت های جدید اضافه شدن، طرح و شکل های کارت ها کاملا تغییر کرده، اصلا سورپرایز میتونم بهتون بگم، کارت ها پشت رو دارن، خیلی از اتفاقات باحال افتاده توی بازی که من هنوز نرفتم با هم دیگه، قراره که با هم دیگه بریم ببینیم. و راجع به آپدیت روی موبایل هم صحبت خواهیم کرد که الان مثلا ما بازی کنی که روی PS21 موبایل داریم آیا به ای فوتبال انتقال پیدا میکنه، آپدیت که، و در رابطه با همه چیز قراره که صحبت کنیم. پس حتما همین الان لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه، اینستاگرام فالو بکنید، چتر برسیم به 50K. بریم سراغ ویدیو. خیلی خوب آقا، بازی اومد بالا، ببینیم که داستان چی شد، آیا منو تغییر کرده یا نه. خیلی چیزا بعد احتمالاً تغییر کرده باشه طبق گفته ها و شنیده ها، بهتون گفتم که چه اتفاقاتی رخ داده و همینجور که دارین میبینید الان ورژن شده 1.0، یعنی ورژن 1، ورژنی که قرار بود اصلا بازی که میدن بیرون ورژن 1 باشه. من نمیدونم حالا چی دیلیت لایو آپدیت، واسه چی دیلیت کنم لایو آپدیت، تو لایو آپدیت تو بعد دیلیت کنیم. خب ویلکام تو ای فوتبال 2022، فدایش تو. خب آقا راستی، اونایی که از قبل از اینکه اصلا این آپدیت رو بیارن بالا، ایونت ها رو میرفتن انجام میدادن، بازی های آنلاین رو میرفتن انجام میدادن، الان جی پی هاشون رو میتونن استفاده بکنن و هم بازیکن بخرین با همین جی پی هاتون، هم سرمربی بخرید. ا پدر سگ آقا، گند زدم، نباید اصلا اونو من خاموش میکردم، چی گندی زدم. حالا اشکال نداره، همین الان میتونیم ببینیم که داستان چی شده. همجور که میبینید کاملا، چرا اینقدر لگ داریم تو بازی؟ میکی یکی میشه به من بگه؟ نمیفهمم دلیل این لگ چیه. بخش تمرین اضافه شده به بازی، من میگم آقا این چیه اصلا، ما داریم چیکار میکنیم؟ بخش تمرین اضافه شده، اصلا من نمیدونستم بخش تمرین اضافه شده. خب آقا بخش تمرین اضافه شده، این فری ترین که هیچی، حالا میتونید دو تا تیم با هم دیگه بازی کنید، اینم فری کیک و کورنل و پنالتی. فری کیکش رو ببینم چه جوریه، فری کیکش و همینجوری که دیدید خیلی اتمسفر بازی، اصلا رنگ و اصلا چمن و اینا خیلی واقعی تر شده و اغراق آمیز نیستش. این یه نکته خیلی مثبته که من نظر سنجی که گذاشته بودم واسهتون داخل استوری شما نتونسته بودین، یعنی یه استادیوم گذاشته بودم گفتم آقا این استادیومه هستش واقعیه، یه استادیوم دیگه هم هستش، اون واسه ای فوتبال پیدا کنین که کدوم استادیوم واقعیه، و خیلی هاتون اشتباه گفته بودید استادیوم واقعیه رو نتونسته بودین تشخیص بدین، استادیوم واقعی گفته بودین که ای فوتبال، استادیومی که ای فوتبال ساخته بود گفته بودین استادیوم واقعیه، و این یعنی نشون میده که ای فوتبال چقدر پیشرفت داشته. خب تیزر جدید بازی رو داریم مشاهده میکنید توی سیزن 1 بازی، نیو گیم پلی. خوب من نمیذارم بره که همه با هم دیگه ببینیم. خیلی از فیس ها راستی آپدیت شدن، فیس مسی که از اون حالت قورباغه‌ای بوده آپدیت شده و خیلی قشنگ شده، فیس رونالدو از فیس هایی که آپدیت شده، فیس هالند موهاش آپدیت شده و میریم با هم دیگه همه اینها رو میبینیم. تیزر رو ببینیم که چه اتفاقاتی داره توش میفته. من خودم راستشو بخوای ترکیب رنگی این ویدیو رو بیشتر دوست دارم تا اون ترکیب رنگی آبی و زرد. به به، چه فیسی داره برونو فرناندز. You can sign player and managers، بازیکن ها و سرمربی ها اینجا حالا باید ساینش بکنیم، حالا من نمیدونم دقیقا چیه. Select your base team. اوه آقا، اگر اینجوری باشه که الان داریم پیش میریم، احتمال خیلی زیاد مستر لیگ و مایکلاب توی هم ادغام شدن، چون الان یه دونه فقط چیز اومده، دریم تیم اومده یا همون بخش آنلاین اومده، که اگر اینجوری باشه که الان داره میگه بیس تیم بیس خودتو انتخاب کن، قطعا اینا با هم دیگه ادغام شدن و یه چیز بسیار جذابی میاد بیرون، چون نه توی فیفا همچین چیزی رو مشاهده کردیم نه توی پی اس های دوره قبل.
خب بیس تیممون رو میتونیم انتخاب بکنیم از بین تیم هایی که حضور دارن. و این رو بهتون بگم که برای داستان جنگ روسیه و این چیزایی که اتفاق افتادش، کنامی قراردادش رو با روسیه کلا فسخ کرد. من فکر نکنم که اینجا ما لیگ روسیه رو داشته باشیم به عنوان لایسنس یا حالا هر چیز دیگه‌ای، که حالا مشکلی نداره. فکر کنم کلا لیگ روسیه رو نداریم. ببینم تیمای ایرانی هستن یا نه، تیمای ایرانی آسیایی. ببینم تیمای ایرانی فقط تو AFC هستن، همون مثل حالت قبل تراکتور و استقلال پرسپولیس و فولاد رو داریم، که حالا خدا رو شکر استقلال پرسپولیس اینجا هستن. اگه میخواستش به صورت آپدیت باشه که امسال کلا استقلال پرسپولیس نبودن. اما ما تیم بیسمون، آقا من میگم بیا بریم همون پاریس رو برداریم، حالا دیگه اسمش هم حالا میتونیم تغییر بدیم، ما میذاریم MHD که حالا این چیز خاصی نیست. PSG رو برداشتیم ببینیم که چه اتفاقاتی داره میفته. خب تازه الان اومدیم توی بخش منوی بازی و همینجوری که من استوری گذاشته بودم بهتون توضیح داده بودم، اون حالت GP ها تغییر کرده. فکر کنم اینی هم که صورتیه پوینت باشه که 200 پوینت بهتون میده. حالا روزانه اگه بیاین بازی کنین، لاگین کنین، که هر روز هم مثل دفعات پیش جایزه میده ها، 2000 و 2500 GP امروز بهمون داد، حالا فردا هم مثلا 200 پوینت میده. به خاطر خوشامدگویی 30000 تا دیگه هم گذاش روشو، 120 هم مثل اینکه قبلا داشتیم. نمیدونم دقیقاً داستان چیه. خوب آیتم های تمرین هم بهمون داد. بچهایی که قبل از من رفته بودن واسه شون بخش دریم تیم بسته بودش به خاطر نبودن سرور، اما من اومدم الان بازه، همینجوری که میبینه همه نقاط بازه. خب آقا یه لحظه بهتون میگم، این باکستون مثل قبلا نیست که توی مارکت لاب میومدین پایین این باکس رو انتخاب میکردین، باید دکمه استوب رو بزنید. دکمه استوبی که میزنید وسط بازی اونو بزنید، بیاین اینجا، این بالا همینجوری که میبینید یه دونه نیوس هست، یه دونه این باکس، اینجا باید بیاین جایزه هاتونو بگیرید. اگه بهتون مثلا جایزه هر چی میده اینجا باید بیاین دریافت بکنید. خب کامپلیت شد اینو. خب ساین ا پلیر، گو تو کانتنت استاندارد پلیر لیست و تو ساین ا پلیر. خب آقا 100% مطمئن باش که ادغام شده مایکل هاب و مسلیگ با این وضعی که من دارم. اینو خب استاندارد پلیر لیست ببینم چیه. اوه ما رو آورد آقا توی شاپ، اینی که دارین میبینین الان شاپه و ما 152000 تا GP داریم. قیمت بازیکن‌ها کنارشون زده و ما باید یه بازیکن فکر کنم انتخاب بکنیم. یه بازیکن میتونیم آقا برداریم، 152000 تا GP داریم. زلاتان میتونم بگیرم، زلاتان میتونم بگیرم، ما بیام همون زلاتان بگیریم. فکر کنم بهترین گزینه واسمون باشه، به عنوان مهاجم هم میتونیم ازش استفاده کنیم، یه چیز خفنی در میاد که ان شاءالله زلاتان واسه ما خوشیومنه باشه. البته لوریس هم میتونم بگیرم، اما من ترجیح میدم مهاجم بگیرم تا دروازه‌بان. خب آقا ساین رو بزنیم ببینیم که چه اتفاقی میفته که ما این بازیکن رو بگیریم. اما راستی اینم بخش لول هاشه که حالا لولش تا 25 میره، که حالا این خیلی خوب نیست، بازیکن خوبی خوب نیست، حالا سنش بالا 40 سالش، خب معمولا لولش هم کم میره بالا. حالا هر چی ساین میکنیم 120 رو میدیم و ببینیم که چه اتفاقی میفته، چون اون انیمیشن ببینم بهمون میده. خب آقا راستی انیمیشنش هم تغییر کرده، انیمیشن دادن کارت کاملا تغییر کرده، ببینم چه جوریه. بله ببین اصلا یه چیز جذاب انیمیشن کارت، جانم به این انیمیشن، انیمیشنش البته به به، انیمیشنی که من دیده بودم یکم فرق می‌کرد، اما خب حالا هرچی. خب آقا ما پلیرمون رو ساین کردیم، یه پلیر خوب 32000 تاش موند که حالا اینو ولش کن آقا، 32000 تا رو ما می‌بخشیم بهت. بریم ببینیم بقیه کار چیه. منیجر لیست رو ببینیم. منیجر هم حالا شما می‌تونید خودتون بخرین، اما من فکر کنم باید یه منیجر بخریم دیگه 100%، چون ما هیچ منیجری واسه تیممون نداریم و باید ببینیم که چیکار می‌تونیم بکنیم با 32000 و نیمی که داریم. از اینجا به پایین می‌تونیم انتخاب کنیم که این سرمربی رو من تو موبایل هم داشتم ازش استفاده می‌کردم. کنسیسو هم خیلی خوبه سرمربیگریش، اما بذار ببینم این چه جوریه. خب لانگ بال بازی میکنه، لانگ بال کانتر، 32 سالش، سرمربی آرسناله، یعنی دوتا حالت رو بازی میکنه. فکر کنم من همین حالا ساین میدونم، خیلی چیز مهم نیست، میخوام برم بیشتر ادامه کار، چون ما الان فعلا اول کاریم و اصلا نمیدونیم داستان چیه. خب بیا الان ما این دوتا رو انتخاب کردیم، هم منیجر هم بازیکن ساینشون کردیم، الان باید چیکار کنیم؟ به همون بگو ورک on your game plan. خب میگه پلیگر تو حالا رجستر کن و بیار توی ترکیبت، همون داستانایی که اول همیشه رخ میداد و این تیم ماه و همین جوری که میبینید کاملا مسلیگ و ماکلا با هم دیگه ادغام شده. ما چین سرمربی رو میزنیم، سرمربیمون رو ور میداریم. اوکی خب زلاتان آوردم داخل، زلاتان 75 بود ما گرفتیمش، مطمئنی؟ خب کاپیتان و اینا چیه؟ چینج فورمیشن رو بزنم. اوه چقدر خوب،
چون ما اصلاً مثلا الان میتونید شما چنج فرمیشن کنید روی هر چیزی که دوست دارین بزنید، در صورتی که توی PS 21 موبایل که آنلاین بود و شما بازی میکنن، یا حتی توی ماینکرافتی که توی PS 21 کنسول و PC بود، شما همچین چیزی رو نداشتین و ترکیب رو، یعنی سرمربی که میخریدین یه ترکیب داشت و شما بر اساس اون ترکیب بازی میکردین. اما الان اینجا شما میتونید کاملاً یعنی هر فرمیشنی که دوست دارین رو بزنید و این عالیه. چنج فرمیشن رو پس هم میگیم که اضافه شده. تیم پلی استایل ببینم چیه. تیم پلی استایل خوب، او تیم پلی استایلت هم میتونی خودت اصلا انتخاب بکنی که آقا من مثلا نمیدونم مالکانه بازی کنم، زده حمله بازی کنم، نمیدونم لانگ بال بازی کنم، و این رو ما اصلا نداشتیم. وقتی شما یه سرمربی میخریدین یه دونه توی مایکلاپ، حالا هم حالا PS 21 موبایل و حالا هر چی، همین الانش هم تو PS 21 موبایل همین جوریه. وقتی شما سرمربی میخرین با جی پی یه ترکیب داره، طبق همون ترکیب و فرمیشن میتونید بازی بکنید و اصلا نمیتونید تاکتیکاش رو تغییر بدید. و اینجا یه چیز بسیار مثبته که رخ داده و قطعا من ساپورت میکنم، حتی اگه پولی باشه این برنامه و حالا مسئله یا حالا هر چیز دیگه که میادش تو بازی، قطعا من ساپورت میکنم. واسه من چنل رو دنبال بکنید که ویدیوهای آینده قطعا داریم در موردش. گزینه بعدی ببینیم چیه. ادوانس ها اضافه شد به بازی. مرسی. ادوانس ها اضافه شد به بازی. ادوانس های دفاعی و تاکتیکی همه چیزشون اضافه شد. ادوانس های زیادی نداریم مثل دفعه پیش. دیفنسیو داریم و انکرینگ و این که من نمیدونم این واسه چیه، که حالا بعدم مشخص میشه. دیفنسیومون چی اضافه شده؟ کانتر اتاک اضافه شده. دو تا مارکتینگ اضافه شده. دو تا مارک، یعنی که این دو تا مارک حالا فعلا واسه کانتر اتاک روشنه و اینم که حالا بازیکن ها برمیگردن به سمت عقب، ما فعلا با این چیزا کار نداریم. پس فهمیدیم که ادوانس هم اضافه شده. ساب تاکتیک ببینم چیه. او بازیکنات هم تازه میتونید هر جور که خاصی فرمیشن بدی، یعنی مثلا من میخوام زلاتان آقا ببرم تا تجلو و این چیز عالیه که من واقعا واسم عذاب بودش که نمیتونستم اینو دست بزنم توی بخش ماینکرافت و خیلی این خوب شد. آقا اینجا هم که حالا میتونید دوباره، من نمیدونم چند تا ادوانس داره. یه دونه اینجا داره، یه دونه ادوانس آخه اینجا داره، یه دونم یه توی ساب تاکتیک که یه دونم اینجا داره. من دقیقا نمیدونم الان داستان چیه، ولی با هم دیگه اطلاع در میاریم و ببینیم که چجوریه داستان. بریم فعلا از این بخش خارج بشیم. میگه برو تو بخش تمرین پلیر. آقا مای تیم و این چیزا و تمرین به بازیکن‌ها اینجوری شده. منیجر هم که حالا تعداد منیجرا رو نشون میده. ما یه منیجر داشتیم، مریض بودیم، پس ما یه منیجر خریدیم. حالا ببینم چی میگه. خب آقا واسه ببینم. خب میگه مربع رو بزن به بازیکنت لولشو ببر بالا. جی پی که نمیخوام بدم قطعا. یه دونه هم که اینا بیشتر نریم و خب لولش هم که تا اونقدر میره دیگه، بره دیگه. خب لولش تا 8 رفت. آقای زلاتان با همون ترین پلیر پروگرسشن داره که این نمیدونم چی میگه. بوست یور پلیر استیتز، میگه پلیر تو بوست کن. خب چجوری من بوستش کنم ببینم آقای او چه چیزایی اضافه شده. آقا داستان کاملا تغییر کرد. تو میتونی هر چیزی از بازیکن دوستداری بهش اضافه بکنی. چون مسلیگ و ماکلاب ادغام شده با هم دیگه، من میتونم حالا فقط مثلا دوست دارم شوت زلاتان رو ببرم بالا، یا فقط دوست دارم پاس زلاتان رو ببرم بالا، و این چیز خیلی خوبیه. خب آقا این بخش رو انجام دادیم. بخش منیجر یه مربی داشتین، شما دیفالت یه مربی دارین نمیخواد بخرین، ولی من خریدم. حالا در هر صورت حالا میتونیم بخریم میتونیم نخریم، ولی دیگه این سلیقه‌ای. حالا دیگه دستمون بازه، میتونیم بریم با هم دیگه ببینیم که چه داستانهایی رخ داده تو بخش مچ، که حالا خب بعدیم تو قسمت بازی. توی این قسمت احتمالاً بخش آفلاین بازی باشه، بخش ایونت که فعلا خاموش چیزی اضافه نشده، ولی میاد آفلاین مچ. فعلا همون 9 تا تیمه، اما نمیدونم که قراره که چه اتفاقی بیفته، تیم های دیگه اضافه میشن یا نه. باید ببینیم که چه اتفاقی رقم میخوره. و همونجوری که میبینید زنیت هم که جزء تیم های لایسنس بوده، به خاطر همون داستان هایی که بهتون گفتم، حالا قراردادشون لغو شده و کلا ما دیگه اینجا نداریم زنیتو. بریم تو قسمت شاپ ببینیم چی داره. راستی ما اصلا چند تا کوین داریم، مثلا چرا اینا رو نشون نمیده بهمون. خب تو بخش پوینت شما میتونید هم پلیر رو بگیرین هم آیتم، که خب پلیر ها فعلا همینا هن. و همینجوری که میبینید اصلا کلا طرح کارت ها تغییر کرده، و همینجوری که الان دارین توی تصویر میبینین بازیکن های مهاجم به رنگ بنفش در اومده، بازیکن های هافبک به رنگ سبز، و بازیکن های مدافع به رنگ آبی در اومده. کارت ها
گفته شده که پشت و رو دارن، اما ما فعلا چیزی ندیدیم. باید بریم جلوتر ببینیم اینجا هم که آیتم هایی که حالا طبق PS موبایل اگه بازی کرده باشین قطعا میدونید که این چیزها چیه. بریم توی قسمت مچ دریم تیم که دیگه نرفتیم و بریم ببینیم که گیم پلی واسه چی اتفاقی افتاد. آنلاین کویک مچ باید بریم، باید با بقیه یوزرها بازی کنیم ببینم که بدون فیلتر شکن جواب میده یا نه. سیتینگ چی داره؟ سیتینگ هم که خب اینو بهتون گفتم باید چیکار بکنیم. بذارید روی نو لیمیت ایریا که هر جای کره یه زمین کسی بود اونو انتخاب کنه. قدرت تیم ما هم 1500 تایه، معقوله ولی خب خیلی کمه. حتی یه کانک اوورد واسه من بازی کنم بدون فیلشکن اگه اینجوری شده باشه که خیلی هم خوبه. خب با یه بازی با یه تیم بازی داریم که قدرتش از ما یکی 100 تا تقریبا کمتره، 150 تا هم تایم داریم که حالا این 10 ثانیهش فقط به خاطر مسخره بازی این وسط داره میگه بیشتر از 10 ثانیه. استادیوم رو میتونیم تغییر بدیم آیا یا نه؟ بله، اولد ترافورد من میارم، کمپ ناو آقا کمپ ناو میارم که بریم با هم دیگه ببینیمش. خب هوا هم که میتونیم تغییر بدیم، ببینیم چه لباسی میخوایم. ما لباسمون و لباس دومون لباس اونا چه لباسی دارن، اونا هم لباس دوشونو بگیر و ببینیم که چه اتفاقی قرار رقم بخوره. گیم پلی چه جوری شده؟ استادیومی که من گذاشته بودم خیلیاتون اشتباه حد زده بودین، یعنی کمپ ناو رو ببینیم با هم دیگه که چه جوری درستش کردن، اتمسفر بازی چه جوریه و رنگ و کنتراست استادیوم و چمن چه جوریه و آیا اون چمنه از موکتی بودنه در اومده یا نه. ببینیم که چه اتفاقی رقم میخوره. راجع به آپدیت PS موبایل هم صحبت میکنم که بازیکناتون قراره چی بشن، حالا آیتمایی که داریم میان آگه با قسمت بعدی یا نه. بریم توی کمپ ناو. به به چه چیزی درست کرده خدایی، بخش ساخت استادیوم خدایی خیلی کم نقصه، یعنی نمیشه گفت بی نقص ولی خیلی کم نقصه. دوربینی هم که به بازی اضافه شده واقعا خدایی حرف نداره. خب آقا بازی شروع میشه. این دایره زیر بازیکن‌ها رو من نبردمش هنوز. حالا زلاتان پاسش رو میده. آقای زلاتان خب من یه چند وقتی بازی نکردم حقیقتش رو بخوای. برای اون از زلاتان برداشته. خب بده بهش بره ببینم. رسوم آقای زلاتان. زلاتان پاس میده. بده زلاتان بره. آهانه. برو آقا. گیم پلی قابل قبول تری شده به نظرم، چیزی که من احساس میکنم گیم پلی قابل قبول تریه نسبت به قبل. ای بابا حالا ای گذاشتم ما ببریم این بازیو. خوب اتمسفر زمین، اتمسفر چمن ببینم که من فقط یه دونه ریپلای ببینم از قیافه زلاتان، چون ما همش داریم بازی میکنیم و نمیخوایم الان همش بازی بکنیم که. ای بابا خاک تو سرت. پاس به زلاتان ابراهیموویچ. زلاتان توی دروازه. خب اینجا خوشحالی خودش هم میکنه و همینجوری که میبینید فیس زلاتان گل میزنه، کارتش هم نشون داده میشه، چقدر زیبا. اتمسفر خدایی، ورزشگاه خیلی واقع گرایانه ساخته شده و همینجور که میبینم فقط ایرادی که داره این که باید تنوع تماشاچی ها رو بیشتر بکنن. خب همینجور که دارین میبینید مثل این که جای کفش بازیکنان روی زمین میمونه و این خوبه، اما به نظرم باید کیفیت چمنه بره بالاتر. اما خوبه، من نیدم میتونستیم که چمنه کوتاه یا بلند بکنیم، ولی خب چیز خیلی مهمی نیستش یا چیز مهمی هست، اما خوب حالا فعلا ما همینو داریم دیگه. خب این که چولمن زن اصلا بیرون، فقط فکر میکنم به خاطر اینکه بازی آنلاینه یک مقدار کمی من توی یک خود گیم پلی هم نه مصدومیت ها هم نشون میده. چقدر خوب، همچین چیزی ما نداشتیم توی PS. توی فیفا داشتیم اما توی PS نداریم، نداشتیم یعنی همچین چیزیو که بخواد مصدومیت ها نشون داده بشه نداشتیم همچین چیزیو. بعد داره زمان تلف میکنه و این چیز خاصی نیستش. زلاتان که داره خسته میشه چقدر داره قشنگ میدوه.
خب آقای ابراهیموویچ چه گل زد. میبینید اینجاها یه کمی لگ زیاد میشه، فریم ریت اوف میکنه، نمیدونم چرا. در صورتی که وقتی مثلا تو گیم پلی اینجوری نیست و باید برعکس باشه اصلا، و فکر کنم مشکل 100% واسه خود بازی این مشکل ایشالله که رفع بشه. و این را باید بگم که آقا الان فیفا آپدیت نهمش رو داده و ما باید خیلی سریع آقای کونامی بجنبه که آپدیت های بعدی رو بده که بچه های کامیونیتی آقا پیس سریعتر این ازش استفاده بکنن. خب آقا بازی تموم شد و همینجوری که دارید میبینید گیم پلی خیلی پیشرفت کرده بود، درسته. میخوام بریم با هم دیگه فیس بازیکن ها رو توی تیم هاشون ببینیم و صحبت کنیم در رابطه با آپدیت پیس موبایل که خیلی سوال میکنین. فقط توی بخش آفلاین ما بریم با هم دیگه ببینیم که چه اتفاقاتی رقم خورده و داستان چیه. توی بخش آفلاین من بارسلونا رو برمیدارم و منچستر یونایتد رو که ببینم چجوریه، آیا تاکتیک و اینا از مسها اینجا هم اضافه شده یا نه، احتمال خیلی زیاد باید اضافه شده باشه. و هم ببینیم فیس هایی که آپدیت شده چجوریه. خب بذار ببینم اینجا ما میتونستیم چمن رو بلند بکنیم. آره ببینم چمن رو بلند بکنیم چجوری میشه. استادیوم میبینی چقدر قشنگه. بذار بریم تو بازی. فکر کنم خیلی تایم این ویدیو طولانی شد اما دیگه کاریش نمیشه کرد آقا. خب اینجا بخش ورود بازیکن‌ها به زمینه که قبلا تکسچرها خیلی دیر لود میشد و الان داریم مشاهده میکنیم که تکسچرها خیلی به موقع لود شده. اینجا هم که کیت سیم ها رو باید انتخاب کنیم که الان من زدم رفتش. نکته اصلی کار اینه که الان آقای رونالدو اوورالش اومده پایین روی 90. اوورال رونالدو که 94-93 بود اومده الان روی 90. اوورال های دیگه بقیه سر جاشون. حالا یه سری از اوورال ها هم پیشرفت داشتن. ما اینجا تاکتیک رو داریم که اینجا چه اینفورمیشن تیم پلی استایل که داشتیم اینو قبلا. ادوانس های بازی اینجا و اینجا هم ساب تاکتیک که دقیق من نمیدونم این یکی ادوانس واسه چیه و این رو باید در بیاریم که این یکی ادوانس واسه چیه. خب اینجا هم که چیز خاصی نیست، همون رو قبلا داشتیم. اینجا هم که سیو و لود ترکیبه. خب رخکن رو داریم با هم دیگه میبینیم، رخکن بازی که اینجا خیلی روونتر و تکسچرها خیلی. چه فیسی داشت رشورد، چقدر قشنگ بود فیسش. آقا من خدایی امیدوار شدم به این بازی. و این هم بهتون بگم راستی که گفته بودم تیم ایران لایسنس شده، آره لایسنس شده، منتها باید تیم ها نشون داده بشه اینجا. من نمیدونم الان تیم ها نشون داده نشده اینجا، ولی تیم ملی ایران توی این بازی لایسنس شده. کیت الان خود تیم ملیه و به جز اون بازیکن های تیم ملی مثل قلی‌زاده فیس خودشه، طارمی فیس خودشه، جهانبخش و علیرضا بیرانوند فیس های خودشون هم و اسمای خود بازیکن های خودمون هستن، یعنی اسمای واقعیشون هستن. و اینجا هم ورود بازیکن ها چقدر قشنگ در آوردن استادیومو. وای صدا رو گوش میکنین؟ واقعا. خب آقا انیمیشن جدید اومدن بازیکن ها رو با هم دیگه مشاهده میکنیم که این رو ندیده بودیم، اما توی این بخش توی این آپدیت اینجوری شده که بازیکن ها رو اینجوری نشونده. صدا رو یه لحظه گوش کن، چقدر قشنگه. این فکر کنم تشویق بارسلونا نه، نمیتونم دقیقا، ولی خیلی قشنگ موزیکش. ما قبلا نداشتیم همین چیزی. خب اینجوری بازیکن ها رو نشون داد، بازیکن های حریف هم همینجوری نشون میده. چه موزیکیه، وای چه تشویقیه. اینم فیس جدید کریستیانو رونالدو رو که مشاهده کردین. خب بریم ادامه کار. اینجوری هم دو تا ترکیب و آخر سر نشون میده و این به نظر من خیلی چیزه خوبیه. فقط اینجاش میبینی خیلی فریم ریت افت میکنه و اینو باید اصلاح کنن. خب اینجا هم که یه سری توضیحات قبل بازی و تشویق تماشاچیا. چه پاسی میندازه. خب بریم ما هم دیگه گیم پلی رو که دیدیم، گیم پلی آنلاین یک مقداری فرمان بازه. یه لحظه من ببینم که اینجا فرمان برداری سیستم چجوریه، یعنی اینجا هم یعنی مثل بخش آنلاین
یک مقداری بده یا نه اون بخش آنلاینه به خاطر چیز بوده. آقا نه اینجا خوبه. و میبینی اینجا نمیدونم چرا فریم ریت افت میکنه، مثلا همینجا میبینی فریم ریت میاد پایین، واسه خود بازیه ها، واسه سیستم من نیست. و اینجا این خیلی یه چیز خیلی رو مخیه دیگه، واقعا اینو باید درست کنن. و مثلا میبینی یک مقداری من نمیدونم اصلا یه جوری موقعی که میخوان کورنل بزنن. خب دنیل آلوز خوشگل گلاب هم اومده سانس ضربه سر توی دروازه. خب میبینی الان فریم ریت اینجا که میاد افت میکنه و فیس ها رو میتونید مشاهده بکنید و فیس بازیکن ها خیلی به نظر من چیز قشنگی شده. فقط تنوع تماشاگرها رو خدایی باید روش کار کنن که تنوع توی تماشاگرها زیاد باشه. چه فیسی داره دنیال وز؟ بریم با هم دیگه ببینیم که فیس بازیکن های دو تیم چه جوریه. فیس آقای رونالدو رو داریم با هم دیگه مشاهده میکنیم. یه لحظه من فیس رونالدو آقا اینجوریه، فیسش که آپدیت شده به این شکل در آمده. فیس آقای رونالدو که آپدیت شده به این شکل در اومده و به نظر من فیس قابل قبولی از آقای رونالدو و خیلی بهتر شده فیسش نسبت به قبل. فیس مسی هم درست شده که حالا مسی رو ما نتونستیم وقت نکردیم ببینیم. اینم فیس آقای فرناندس. فیس رشورد، چه موهایی داره رشورد. فقط یک مقداری من احساس میکنم که این موها اصلا کلا مو تکسچر مو خیلی خوب کار نشده، تکسچر موهای بلند و همینجوری میبینید یه نویزی داره روش که اینم قبلا داشتیم اما خب بهتر شده، ولی باید بهترتر بشه که این نویزه دیگه نباشه. فیس سانچو رو با هم دیگه میبینیم، فیسشون فیس های قابل قبولی هن. و نورپردازی که روی استادیوم کار شده واقعا نورپردازی خیلی خوبیه و اینجا موی آقای الکسلس چقدر خوب در اومده، اما فیسش به نظرم میتونه اصلا خیلی بهتر روش کار بکنه. حالا فیس بقیه بازیکن هم که دیدین، آقای سلطان مگویر و بقیه دوستان و اساتید. آقای اوبامیانگ فیسش چقدر خوب کار شده این پسر. فیس آقای فران تورس چقدر خشنگه. و بریم فیس دمبله رو هم ببینیم. فیس دمبله چه ریشی گذاشتن واسش، خدایی چه شارپنسی داره چهرهش. و اینجا موی دیانگ هم دیدیم. فقط من نمیدونم چرا یک مقداری احساس میکنم چشماشون تاره. اینم که فیس زیبای این بازیکنمونه. و بقیه دوستان و اساتید خوشگل و گلاب. فقط فیس جوردی آلبا رو میتونستن آپدیت کنن، نمیدونم چرا آپدیت نکردن. ایشون هم آقای دنی آلورز و بقیه دوستان و اساتید. تا اینجا یک کار فهمیدیم که یک بخش جذاب بازی اضافه شده، اما این رو من نفهمیدم که بخش دیگری آیا ما داریم واسه این بازی، که آیا الان مثلا مسئله مایکل با هم دیگه ادغام شدن فقط همین یه بخشه یا که نه ما بخش های دیگه هم خواهیم داشت. و این خیلی چیز مهمیه که ما باید حتما دقت کنیم روش. این رو بایدتون میگم که راجع به آپدیت PS موبایل صحبت کنم. PS موبایل آپدیتش تقریبا فکر میکنم که یک ماه تا دو ماه بعد از 25 فروردین که اولین آپدیت بزرگه انجام بشه و آپدیت بیاد واسه موبایلیا. و این هم بهتون بگم که کنامی گفته که ما هر دو ماه تقریبا آپدیت میدیم واسه حالا کنسول و PC. راجع به این صحبت کنم که حالا یه سری میگم ما بازیکن داریم، سرمربی داریم، نمیدونم آیتم داریم، اسکیل داریم، فلان داریم توی PS موبایلمون، بعد از اینکه آپدیت میشه چی میشه. طبق این عکسی که شما دارین میبینین اگه بازیکن آیکونیک یا بازیکن لژند مثل اینکه داشته باشین بهتون یه سری بازیکن ها میده، اگه مثلا بازیکن بیس داشته باشین بهتون جی پی میده. و اون یه چیزی هم که بهتون بگم، متاسفانه سرمربی هاتون و اسکیل هایی که داشتین و همچنین کیت هایی که داشتین، یعنی کیت هایی که خریده بودین، متاسفانه حذف میشن و به ازای هر کدومشون یک مقدار جی پی بهتون میدن بجز بازیکناتون و جی پی هایی که توی بازی دارین. چیز دیگه به این بر انتقال پیدا نمیکنه. و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه و بگید که دوست دارین آیا این ادامش رو به عنوان پارتی، مثلا ادامه این مسئله‌ای که قرار آنلاین با هم بازی کنیم، ما بریم یا نریم. و ممنون که تا حالا ویدیو نگیدین، لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه، اینستاگرام هم فالو بکنید، سیتر برسیم به 50 کا. و ممنون که تا حالا ویدیو نگیدین، فعلا تا ویدیوهای بعدی.